به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و هر جا هستین حالتون خوب باشه و ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب همونطور که عرض کردم، این موج جدید شکایت از رژیم صهیونیستی در دنیا داره شکل میگیره و بعد از آفریقا و بلژیک همین چند دقیقه پیش ایران هم از اقدام دولت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی نزد دیوان بین المللی دادگستری حمایت کرد. وزارت امور خارجه کشور در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر با محکوم کردن شدید اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، حمایت خود را از رویکرد مقاومت به عنوان اقدام رهایی بخش و حق مشروع و شناخته شده طبق حقوق بین الملل برای ملت فلسطین در مقابله با اشغالگری اعلام می نماید. جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مجدد بر لزوم اقدام فوری و قاطع مجامع و سازمان‌های بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد بازدارندگی مؤثر و توقف کامل حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه و با تاکید بر نوع نگاه و رویکرد اصولی خود نسبت به رژیم صهیونیستی، مراتب حمایت خود را از اقدام دولت آفریقای جنوبی علیه رژیم یاد شده نزد دیوان بین المللی دادگستری به استناد به کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی 1948 اعلام می‌نماید. جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت آفریقای جنوبی را اقدامی مسئولانه، شجاعانه و شرافتمندانه مبتنی بر حقوق بین‌الملل در دفاع از ملت فلسطین ارزیابی می‌نماید و خواستار حمایت قاطع جامعه بین‌المللی به منظور احراز مسئولیت بین‌المللی و مسئولیت کیفری مرتکبین می‌باشد. به غیر از این بیانیه که رعشه به اندام صهیونیست‌ها و شرکاشون انداخته، یحیی صریح هم یه بیانیه صادر کرد که پته یه عده رو بدجوری ریخت رو آب و آبروی نداشتشون رو به فنا داد. همونایی رو عرض می‌کنم که می‌گفتن حملات انصارالله را دفع و خنثا کردیم. حالا به اونجاش هم می‌رسیم. عرض شد که یحیی صریح سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز عصر اعلام کرد نیروهای مسلح یمن یک کشتی آمریکایی رو که به حمایت از رژیم صهیونیستی می پرداخت با تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. به افزود این کشتی آمریکایی طی عملیات مشترک نیروی دریایی و یگان موشکی و پهپادی ارتش یمن هدف قرار گرفت و این اولین پاسخ به تجاوز اخیر دشمن آمریکایی به نیروهای دریایی ما است. یحیی صریح سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد نیروهای مسلح یمن هرگز در مقابله مناسب با تمام تهدیدهای دشمن در چارچوب حق دفاع مشروع از کشور و ملتمان و امت اسلام تردید نخواهد کرد. سریع گفت ما همچنان به جلوگیری از حرکت کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به مقصد فلسطین اشغالی حرکت می‌کنند تا زمان توقف تجاوزات و رفع محاصره برادرانمان در نوار غزه ادامه خواهیم داد. به افزود ما بار دیگر بر ادامه حرکت کشتیرانی در دریای سرخ و دریای عرب به تمام مقاصد بجز بنادر فلسطین اشغالی تاکید می‌کنیم. اینو مقایسه کنین با بیانیه سنتکام که امروز با هم در موردش صحبت کردیم. اون وقت خودتون قضاوت کنین که داستان چیه. دقت داشته باشین دوستان، برای اولین بار در تاریخ نیروی دریایی آمریکا مورد حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته. آمریکا جز سرنگونی یک موشک بالستیک، دو موشک کروز و 18 پهپاد چیز دیگه ای نگفته. اصلا نگفته که اگه همه اینا رو منهدم کرده چطور با تلفات بالا و خسارت زیاد سریعا از منطقه فراری شده تا فیلمهاش منتشر نشه. ضمناً اون کشتی اسرائیلی که مورد هدف قرار گرفته اون چیه؟ به همه بگین دوستان، یه مشت مرد از شاگردای ایران در کوههای یمن در حال بازنویسی تاریخ جهان هستن. این وسط یه نکته مهم وجود داشت و اونم اینه که انگلیس هم از ضرب شست یمنی ها بی نصیب نمونده. همین الان که داریم این ویدیو رو براتون آماده میکنیم، وزیر دفاع انگلیس با اشاره به عملیات انصارالله در دریای سرخ علیه قوای آمریکایی و ائتلافشون و با بیان اینکه یک کشتی انگلیسی هم از جمله اهداف این حمله بوده گفت شکی نیست که ایرانی ها به حوثی ها در انجام حملات کمک میکنند و مدعی شده که امکان ندارد که وضعیت کنونی در دریای سرخ ادامه پیدا کند. برسد به دست همون براندازی که نوشته بود لندن بزرگترین حمله یمن در دریای سرخ را دفع کرد. این اقدامات در حالی صورت گرفته دوستان که البخیتی سیاستمدار یمنی هم صراحتاً به حامی‌های پنهانی آمریکا و انگلیس هشدار داد و گفت اگر امارات و دیگر کشورهای منطقه به دلیل عملیات نظامی ما علیه این کشور به یمن حمله کنند،
هیچ میدان نفتی یا میدان گازی در امارات باقی نخواهیم گذاشت و همه کشتی ها را هدف قرار خواهیم داد. همان میدونیم که یمنی ها با هیچ احدی شوخی ندارن، از آمریکا و انگلیس که دیگه گنده تر نیستین. این وضعیت حامی هاتون. ضمن اطلاعتون عرض کنم که منابع خبری همین الان از هدف قرار گرفتن مجدد پایگاه کونیکو مقر آمریکایی ها در شرق دیر الزور سوریه خبر دادن. فعلا مثل همیشه هیچ جزئیاتی از این خبر منتشر نشده. اگر خبری بود تو ویدیوی بعدی به سمع حضورتون خواهیم رسوند. حالا که بحث مقاومت سوریه و عراق پیش اومد، بد نیست اینم بدونین که نخست وزیر عراق به رویترز گفته ما خواستار خروج سریع و منظم نیروهای ائتلاف بین المللی از سرزمین خود از طریق مذاکره هستیم. با توجه به پیامدهای منطقه‌ای جنگ غزه، وجود نیروهای ائتلاف ثبات را برهم می‌زند و برای خروج سریع نیروهای آمریکایی تلاش می‌کنیم. بعد از این حرفا، ژنرال رایدر از نیروی هوایی آمریکا هم برگشته گفته که آمریکا از عراق خارج نخواهد شد. به نظر نمیاد دست خودتون باشه. اومدین توی کشور دیگه، دارین هر کاری دلتون خواست انجام میدین. اون وقت نمی‌خواین برین بیرون؟ این اسمش چیه دوستان؟ ضمن اینکه غربی‌ها همین نقشه رو واسه ایران هم داشتن. قابل توجه اونایی که میگفتن آمریکا ایران رو به بهشت روی زمین تبدیل میکنه. اما حالا و در ادامه بریم ببینیم در داخل اسرائیل چه خبره. شما از زبان حماس سخن میگویید که انکار میکنید این جنایات. شما هم از زبان صهیونیست هایی رو که اصلا من افتخار فلسطینی ها رو حیوان میدانم. افتخار میکنم شما هم از زبان میکنم صهیونیست هستم. اجازه بدید رای سالم. صهیونیست ها به فلسطین حق زندگی رو هم نمیشناسن. بک سرزمینشون 70 سال اشغال کردن. اسرائیل کشوری است که سه اراضی سه کشور همسایه خودش رو اشغال کرده. کشوری است که سه مؤسسه بین المللی حقوق بشر اون رو آپارتاید میدونن. کشوری است که جواب 7 اکتبر رو با کشته شدن بنا به گفته مهمون عزیزمون 13,000 زن و بچه رو کشته. آقای محترم، در جنگ دست گل هدیه نمی‌کنن. هیچ جنگی وجود نداشته. این اظهارات در حالی مطرح میشه دوستان که تا امروز بیش از 20,000 نفر مردم بیگناه در غزه به دست ارتش اسرائیل کشته شدن. این آماری هست که خودشون منتشر کردن ها. دیگه قضاوت با خودتون. ادامهش هم ببینیم. سیاستمداران صهیونیست در تل آویو فلسطینی ها را کمتر از حیوان میدانن و برای اونها اجازه بدید شما جنایت نمیدونن. من حاضر نیستم این حرف رو اجازه بدید آقای حرف من نیست، حرف آقای نتانیاهو. گفتم مردم مظلوم فلسطین. شما حیوانید اگر میگویید که اسرائیل فلسطینی ها رو حیوان میدونه. برید دهنتون رو بشورید. اجازه بدید آقای سالم. شهرک های غیر قانونی اشغالگران اسرائیلی در فلسطین برخلاف معاهده ها و به اصطلاح موافقت نامه های اسلو و مادرید. بله دوستان، تا حرف از صداقت شد یهو صدا قطع شد. تا واقعیت ها گفته میشه سریع شروع میکنن به داد و هوا رو فوش و فوشکشی. به نظرم این استاد روبه پهلوی و یاران بوده. بابا شما مگه خودتون نمیگین مذاکره و گفتگو؟ بعد چرا اینجوری میسوزین وقتی یکی حقیقتتون رو به روتون میاره؟ اگه غیر از اینه بیا با سند و مدرک توضیح بده. همین داد و بیداد و فوشکشی نداره. بگذاریم آقا، بریم یه خبر عجیب غریب دیگه بهتون بدم در انتهای ویدیو. وزیر ارشاد گفته که آقای معین میتونه به ایران برگرده. محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه هیئت دولت در پاسخ سوالی مبنی بر بازگشت هنرمندان خارج نشین و خوانندگان گفت همه ایرانیان خارج از کشور را دعوت میکنیم تشریف بیاورند و هیچ مشکلی از نظر ما نیست. وی در ادامه درباره اجازه فعالیت خوانندگانی همچون معین هم گفت اجازه فعالیت کار مرحله بعدی هست و حضور آنان در ایران مشکلی ندارد و قانون حاکم است. شما رو با این خبر تنها میذارم. لطفا نظرتون رو در مورد این اقدام برامون کامنت کنیم. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفا لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.